دیدار تاریخی رئیس جمهوری آمریکا از کوبا پس از چند دهه در صدر خبرهای روز دنیاست. این نخستین سفر رئیس جمهوری آمریکا به کوبا پس از 88 ساله. اما روابط دیپلماتیک دو کشور آمریکا و کوبا نه تنها در سطح سیاسی که در سطح فرهنگی هم اثر گرفته میشه. ورود تاریخی هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا در فرودگاه خوزه مارتی کوبا و ورود به فصل تازه‌ای در تاریخ روابط آمریکا و کوبا. پرزیدنت اوباما با همسر و دو دخترش وارد هاوانا شد و در بدو ورود توییت کرد: چه خبر کوبا؟ ما رسیدیم. مشتاق ملاقات مردم کوبا از نزدیک و شنیدن سخنانشان هستم. خانواده اوباما روز اول از این سفر سه روزه را صرف دیدن مکان‌های تاریخی هاوانا کرد. این آغاز روابط دیپلماتیک بین آمریکا و کوبا پس از دهه‌ها خصومت. پیش از این سفر تاریخی، پرزیدنت اوباما با شرکت در یکی از برنامه‌های مشهور طنز کوبا تلاش کرد یخ‌های روابط دو کشور رو آب کنه. Hello. Yes. Yes, the real White House. در ویدیویی که در وبسایت سفارت آمریکا در کوبا منتشر شده، لوئیس سالیوا کمدین در نقش یک بازنشسته نه چندان باهوش ظاهر میشه که میخواد به اداره هواشناسی زنگ بزنه، اما اشتباهاً به کاخ سفید متصل میشه. او به شوخی به آقای اوباما میگه که بار سنگین با خودش نیاره که در فرودگاه اذیت نشه و میگه اگه جایی نداری میتونی خونه من بمونی. با سفر پرزیدنت اوباما به کوبا، روابط فرهنگی هم با برنامه‌های متنوع هنری اثر گرفته میشه. هفته آینده گروه اسطوره‌ای راک رولینگ استونز قراره در کوبا کنسرتی رایگان برگزار کنه. پیش بینی میشه جمعیت زیادی در این برنامه شرکت کنه. بر پایه کنسرت راک در کشوری که روزگاری در اون گوش دادن به موسیقی راک جرم محسوب میشد، یک رویداد تاریخیه. اعضای گروه رولینگ استونز گفتن قصد دارن در این دیدار به موزیسین‌های کوبایی ساز هدیه بدن. دولت کوبا علاوه بر برداشتن محدودیت‌هایی که بر سر راه هنرمندان، موزیسین‌ها، نویسنده‌ها و ناشران بوده، از گرد همایی‌های بزرگ مردمی هم بیشتر حمایت می‌کنه. چیزی که قبل از این غیر قابل تصور بود و بیشتر رویدادهای عمومی توسط دولت سازماندهی می‌شدن. کنسرت گروه رولینگ استونز روز 25 ماه مارس برگزار می‌شه.